اینجا لندن است. رادیوی بی بی سی. رادیوی بی بی سی. در ساعت 7 بامداد تهران، 8 در کابل و 8:30 در دوشنبه به چشم انداز بامدادی خوش آمدید. درود بر شما. داریوش رجبیان در بامداد شنبه 19 بهمن 8 فوریه. 1.1 میلیارد دلار غرامتی که وکیلان خانواده قربانیان کانادایی سقوط هواپیمای اوکراینی از ایران خواستند بر چه مبنایی؟ ادعای وکلای کانادایی بر اساس قانونی است که در سال 2012 در کانادا تصویب شد و این قانون عدالت برای قربانیان تروریسم که یه چیزی شبیه قانون مشابهش در امریکا است. هشدار صندوق بین‌المللی پول به کشورهای عرب حوزه خلیج فارس: تا 14 سال دیگر ثروت نفتی شما از بین خواهد رفت. در این باره هم گفتگویی زنده خواهیم داشت. از تازه‌ترین های شیوع ویروس کرونا در جهان هم خواهیم گفت و از توسعه کشت زعفران در افغانستان هم نگاهی هم داریم. به آمادگی‌ها به مراسم اسکار 2020. سرآغاز خبرهای جهان از فرج بالافکن، تهیه کننده برنامه. سلام و صبح بخیر. وکلای کانادایی از طرف خانواده قربانیان هواپیمای اوکراینی از آیت الله علی خامنه‌ای رهبر ایران شکایت کردند. این وکلا در دعوای حقوقی خود از آقای خامنه‌ای به عنوان متهم پرونده و فرمانده کل نیروهای مسلح ایران نام بردند. آنها همچنین خواهان پرداخت 1.1 میلیارد دلار غرامت به بازماندگان هواپیمای اوکراینی شدند. همزمان با جانباختن بیش از 700 نفر بر اثر ابتلا به ویروس کرونا، مقام‌های هنگ کنگ برای کسانی که از چین وارد آن منطقه خود مختار می‌شوند، 2 هفته قرنطینه اجباری تعیین کردند. روزانه 10,000 نفر از چین به هنگ کنگ سفر می‌کنند. سوفیا چان، وزیر بهداشت هنگ کنگ، در یک نشست خبری تأکید کرده که افراد قرنطینه شده تحت نظر قرار گرفتند. The mandatory quarantine for 14 days. خانم چان میگوید که با این اقدام مبتلایان به ویروس نمیتوانند آن را به افراد دیگر منتقل کنند. خبرها را از رادیو بی بی سی در لندن میشنوید. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا 2 مقام ارشد کاخ سفید را که در جریان تحقیقات استیضاح علیه او شهادت داده بودند اخراج کرده. سرهنگ الکساندر ویندمن، بالاترین مقام مرتبط با اوکراین در کمیته امنیت ملی کاخ سفید، و گوردن ساندلند، سفیر آمریکا در اتحادیه اروپا بود. رسانه‌های آمریکا آقای ترامپ را متهم می‌کنند که پس از صبرایی در کنگره، حالا دنبال تسویه حساب با کسانی است که آنها را دشمن خود می‌پندارد. امیر پیام گزارش می‌دهد. وکیل سرهنگ وینمن روز جمعه با انتشار بیانیه گفت موکل او پس از مراجعه به دفتر کارش از سوی ماموران حفاظتی متوقف و به بیرون از کاخ سفید هدایت شده است. وکیل سرهنگ وینمن گفته همه مردم آمریکا حالا می دانند که چرا او اخراج شده، چون حقیقت را گفته بود و این برای قدرت هراس‌آور بود. گوردون ساندلند که از سوی آقای ترامپ به عنوان سفیر این کشور در اتحادیه اروپا انتخاب شده بود هم گفته روز جمعه از سوی کاخ سفید به او خبر داده شده که فوراً باید به واشنگتن بازگردد. سازمان ملل متحد هشدار داده که در شمال غربی سوریه یک فاجعه انسانی در حال شکل است. مارک کاتس، یک مقام ارشد امدادرسانی سازمان ملل، گفته که فقط در 2 ماه گذشته 600 هزار نفر در استان ادلب آواره شدند. و سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، در دیدار با نیکولاس مادورو، رئیس جمهوری ونزوئلا، برای مقابله با فشارهای آمریکا وعده تحکیم و تقویت نظامی و همکاری‌های اقتصادی با آن کشور داده. آقای لاوروف برکناری دولت کاراکاس را با توسل به زور غیرقابل قبول توصیف کرده است. در بامداد شنبه 19 بهمن 8 فوریه به یکایی که شما درود میفرستم. از چشمانداز بامدادی بی بی سی داریوش رجبیانم با آرزوی آغاز هفته خوش، اگر در ایران و افغانستان هستید و روزگار نکو در هر جای دیگر دنیا، درست 1 ماه بعد از سرنگونی هواپیمای اوکراینی در ایران این برنامه را آغاز میکنیم. هواپیمایی که دقایقی پس از بلند شدن از فرودگاه بین المللی امام خمینی در نزدیکی تهران سقوط کرد. ایران پس از 3 روز انکار سرانجام اذعان کرد که پدافند سپاه پاسداران بر اثر خطای
انسانی این هواپیما را با موشک هدف گرفته و سرنگون کرده. همه 176 سرنشین این هواپیما کشته شدند. و حالا وکالت خانواده قربانیان هواپیمای سرنگون شده اوکراینی در کانادا را تیمی از وکیلان کانادایی به عهده گرفته که پیشتر در پرونده دیگر با کامگاری حکومت ایران را محکوم کرده بود. این تیم وکیلان در اقامه دعوای خود خواهان پرداخت معادل 1,100,000,000 شدند. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران به عنوان فرمانده کل نیروهای مسلح ایران در رأس متهمان این پرونده قرار دارد. وکلای پرونده میگویند نام موکل خود را فاش نخواهند کرد و نام شاکی اصلی در این دادخواست جان دو عنوان شده که از خانواده درجه 1 جک دو است که از سرنشینان هواپیما از سعید محمودی استاد حقوق بین الملل در دانشگاه استکهلم سوئد پرسیدم این میزان غرامت یعنی 1,100,000,000 آمریکایی چطور تعیین شده؟ من اطلاع دقیق ندارم. حدسم این است که بر اساس در واقع قوانین داخلی کانادا و اینکه در شرایط مشابه، یعنی اگر یک کسی جانش رو از دست بده به دلیل عملکرد کسی دیگری تا چه اندازه میتونه غرامت بخواد و تحت چه شرایطی، شاید بر این اساس و با توجه به تعداد کسانی که قربانی شدن در این حادثه تأسف آور به این رقم رسیدند. معمولا در کانادا و امریکا به مراتب بیشتر از جاهای دیگه دنیا غرامتایی که از طرف دادگاه تعیین میشه مبالغش بسیار بالاتره در مقایسه با کشورهای دیگه. خب پس به نظر شما احتمال داره که این میزان، این رقمی که اعلام کردن برای غرامت بر مبنای قانونهای داخلی کاناداست، ولی ایران گفته که دو تابعیتی های ایرانی کانادایی رو صرفا شهروند خودش میدونه و بر همین مبنا هم با این قضیه برخورد خواهد کرد. در مورد این ادعا بر پایه حقوق بین الملل چطور میشه قضاوت کرد به نظر شما؟ علل اصول در واقع شروع این محاکمه، این پرونده به این نحوی که الان مطرح شده برای من جای سوالای زیادی رو باقی گذاشته. اون چیزی که الان اعلام شده این است که در واقع ادعای وکلای کانادایی بر اساس قانونی است که در سال 2012 در کانادا تصویب شد و این قانون در واقع قانون عدالت برای قربانیان تروریسم که یه چیزی شبیه قانون مشابهش در امریکاست. اگر این باشه مفهومش این است که اولین فرض رو باید این گذاشت که وکلای کانادایی میتونن اینو اثبات بکنن که یه عمل تروریستی بوده. تا اطلاعاتی که تا الان مطرحه و مسائلی که تا حالا مطرح شده و البته هنوز خیلی جای سوالای متعددی باقی مونده این است که این حادثه بر اثر تصادف بوده، اشتباه بوده و عمدی نبوده. ولی حتی اگر عمل عمدی هم باشه، اینکه بشه یک چنین عمل عمدی رو در واقع مقایسش کرد یا معادل گذاشت با یک عمل تروریستی، به نظر من از نظر حقوقی مشکلات زیادی داره و احتمال میدم که وکلا به این مسئله توجه کردن که کار ساده نیست این مسئله رو در دادگاه ثابت کردن که دولت ایران واقعا یه عمل تروریستی انجام داده. ولی اگه البته بر مبنای گزارش هایی که تا حالا مخابره شده در این مورد دقیقا گفته شده که این پرونده مربوط به همان موضوع تروریستی هست، هویت شاکی پرونده افشا نشده و به طور مشروط جان دو گفته میشه، ولی گفته شده که جان دو در واقع ایران رو متهم کرده به حمله عامدانه تروریستی به این هواپیما و شما میگید که با توجه به حقایقی که آشکار شده این ادعا رو نمیشه ثابت کرد. خیلی مشکله به نظر من الان. شرایط اون لحظه که این حادثه اتفاق افتاد در واقع عکس این موضوع رو اطلاعات که الان مطرح هستش نشون میده و به همین دلیل به نظر من ما باید اول صبر کنیم ببینیم این موضع رو، این مسئله رو وکلا میتونن اثبات کنن که عمل تروریستی بوده. حتی اگه عمدی هم باشه به نظر من اثبات اینکه تروریستی بوده کار آسونی نیست. ولی خب البته اگر فرض رو بذاریم که دادگاه این رو بپذیره و این فرض هم محال نیست، همطور که در موارد مشابه هم پرونده های متعددی در امریکا بوده که به کلی در واقع خارج از ذهن هر آدم هر ناظری بوده که بشه ثابت کرد با تروریسم و با ایران ارتباط داره، از جمله مثلا پرونده هایی که مربوط بود به
قربانیان حادثه 11 سپتامبر که خود کنگره امریکا هم حتی گزارش مفصلی راجع به نقش عربستان سعودی و مصر درش منتشر کرده، ولی صحبتی از ایران نبوده. محاذا دادگاه ها این رو پذیرفتن در امریکا، به همین دلیل در اینجا هم نمیشه گفت که اصلا محاله و نمیپذیرن. اگر این مسئله پذیرفته بشه از جانب دادگاه، که به نظر من اگر بزرگی هست، اون وقت مسئله دو تابعیتی که شما بهش اشاره کردید در واقع مطرح میشه. منتها معمولا مسئله دو تابعیتی ها مسئله است که در دادگاه های بین المللی اهمیت داره، نه در دادگاه ملی. یعنی طبیعی است که در کانادا کسی که تبع کانادا است، دادگاه کانادا دیگه کاری نداره به اینکه این تبع کشور دیگه هم هست، بر اساس قوانین کانادا بهش رسیدگی میکنه. و باز هم اگر این شکایت پذیرفته بشه که به گفته شما اگر بزرگی هست، یک موضوع دیگر هم مطرح میشه که موضوع دارایی های ایران در کانادا است. آیا از دارایی های ایران در کانادا چیزی باقی مونده برای پرداخت غرامت؟ من دقیقاً نمیدونم، برای اینکه چیزی که پارسال در واقع دادگاه تصمیم گرفته و ضبط شد در سپتامبر 2019، دو تا ساختمان بود که این دو ساختمان رو در واقع مصالح فرهنگی داشت، یا لااقل رسما به این صورت ثبت شده بود. اینکه آیا ایران در جاهای دیگه‌ای، دولت ایران در جاهای دیگه کانادایی در اتاوا بوده، در شهرهای دیگه کانادا هم اموالی داره، پول داره، چیزی داره که قابل ضبط کردن باشه، من نمیتونم، ولی بعید نمیبینم با توجه به اینکه روابط ایران و کانادا هم قدیمی است هم وسیع بوده. به همین دلیل ممکن است اموال دیگه‌ای باشه که بشه ضبطش کرد، ولی به هر حال اساس کار این است که دادگاه در کانادا باید دو مسئله رو اول از همه و مهمتر از همه بهش رسیدگی کنه. یکی این که این عمل واقعا تروریستی بوده یا یه حادثه بوده. دوم این که اگر بخوان محکوم بکنن ایران رو، دولت ایران رو، حالا چون در این مسئله شخص آیت الله خامنه ای هم مطرح شده، ولی اگه دولت ایران رو بخوان محکوم بکنن، مسئله این است که آیا دولت ایران در اونجا اموالی داره که جنبه حاکمیتی نداشته باشه. مثلا سفارت، ساختمان سفارت ایران رو یا ساختمانی که مربوط به کنسولگری ایران بوده، این رو نمیشه ضبط کرد، ولی ساختمان‌های دیگه که جنبه‌های دیگه‌ای داره، مثل مثلا مسائل فرهنگی یا تبلیغاتی، اونا رو احتمالاً میتونن. و آیا اینا هست؟ و اگه هست میزان ارزششون چقدره و قابلیت استفاده هست ازشون یا نه؟ آقای محمودی، چون فرصت کوتاهه، ممنون میشم اگه خیلی کوتاه به موارد مشابه دیگه هم اشاره کنین. مثلا در سال 2017 در آمریکا که قربانیان بمبگذاری ها و گروگان گیری ها علیه ایران اقامه دعوا کردن، تا کجا تونستن غرامت بستونن؟ اونجا کاملا موفق شدند، لااقل یک پرونده عمده خیلی موفق بود، با وجودی دادگاه عالی امریکا همه قضات موافقش نبودند. ولی مسئله مهم که باز اینم به کانادا مربوط میشه این است که دولت ایران در اون مورد به دیوان بین المللی لاهه شکایت کرد در سال 2016 و این پرونده هنوز مطرحه و در سال 2022 تا اونجایی که من اطلاع دارم رأی دادگاه خواهد اومد و این رأی خیلی مهمه، برای اینکه تنها اون پرونده نبود. اگه دادگاه به نتیجه برسه که اموال ایران رو نمیشه، مسئولیت داره این اموال و نمیشه ضبطش کرد به این دلیل، به دلیل عملیات تروریستی، در نتیجه دولت امریکا موظف خواهد بود که این اموال رو پس بده و غرامت ایران رو پس بده. بنابراین عملکرد کانادا هم به همین صورت غیر قانونی خواهد بود و در اون مورد هم نتیجه این است که باید عمل در واقع اموال ایران رو پس بدن. با سعید محمودی، استاد حقوق بین الملل در استکهلم سوئد صحبت می‌کردم. درآمدهای نفتی رو به کاهش است و کشورهای متکی به درآمد نفتی دچار مشکل خواهند شد. این چکیده تازه‌ترین گزارش صندوق بین‌المللی پول درباره کشورهای عرب حوزه خلیج فارس است. با این هشدار که اگر دست به اصلاحات اقتصادی اساسی نزنند، تا 14 سال دیگر ثروت نفتی آنها از بین خواهد رفت. این نهاد بین‌المللی تنها چاره کار را شتاب بخشیدن به اصلاحات اقتصادی و گسترش آنها دانسته. شورای همکاری خلیج فارس متشکل از کشورهای بحرین، کویت، عمان، قطر، عربستان و امارات متحده عربی 20% نفت خام جهان را عرضه می کند و نفت حدود 70-90% درآمدهای دولتی این کشورها را تشکیل می دهد. حسین ابن یوسف، کارشناس امور نفتی از واشنگتن با ماست. شب شما در آمریکا بخیر آقای ابن یوسف. کاهش شدید درآمدهای نفتی طی سالهای اخیر تضعیف مالی کشورهای عرب حوزه خلیج فارس رو در پی داشته، کسری بودجه در این کشورها و همینطور افزایش بدهی‌های خارجی اونها،
که مثلا از 100 میلیارد دلار در سال 2014 به 400 میلیارد دلار در 4 سال بعد رسید، از پیامدهای مستقیم کاهش بهای نفت در این کشورها عنوان شده. یعنی این اتفاق چیزی نیست که یک بار بیفته و وقوع تدریجی داره. به نظر شما آیا کشورهای منطقه در حال پیدا کردن الگوهای تازه‌ای برای توسعه پایدار هستند یا نه؟ ببینید، تحریم نفتی عرب در سال 1973 به راستی یک نقطه عطفی بود و بعد از اون افزایش سریع قیمت‌ها رو ما شاهد بودیم و بسیاری از کشورهای صنعتی نه تنها اون قیمت‌های بالاتر رو تحمل کردن، بلکه مثلا در اروپا مالیات‌های زیادی هم گرفتن که میزان وابستگیشون به نفت و به ویژه نفت خاورمیانه کاهش پیدا بکنه، ضمناً بتونن هرزروی رو تا اونجایی که ممکن هست کم بکنن، فعالیت‌های اکتشافیشون رو توانستن اضافه بکنن و عملاً رقبای جدیدی برای کشورهای نفتخیز منطقه به وجود آوردن و ضمناً از انرژی‌های جایگزین هم استفاده کردن. در مقابل کشورهای تولید کننده نفت در منطقه خلیج فارس به ویژه و من جمله کشورهای عضو شورای همکاری‌های خلیج فارس که شما راجبشون صحبت کردین، در برابر افزایش درآمد داشتن و هزروی مرتب داشت افزایش پیدا می‌کرد. در بین این کشورها ایران و عراق گرفتاری‌های عدیده‌ای داشتند. در ایران انقلاب بود و جنگ و در عراق خب درگیری هایی که اونها داشتن در زمان صدام، چند جنگ و درگیری هایی که بعداً به وجود آمد. بنابراین مشکلات اینها مشکلات بسیار زیادی بود و در برابر کشورهای عضو شورای همکاری های خلیج فارس موقعیت بهتر و مناسبتری داشتند و از این موقعیت واقعا استفاده شایسته‌ای نکردند تا اونجایی که مشخص هست. و البته باید این رو هم عرض کنم که بسیاری از اینها کشورهایی هستند که جمعیت بسیار کمی دارند، یعنی جمعیت اونها حتی از کرج هم کمتر هست. تنها عربستان سعودی است که جمعیت بالای نسبتاً بالایی داره و اونها هم با اینکه بزرگترین تولید کننده و صادر کننده نفت اوپک هستند، می‌بینیم که در 40 ساله اخیر شاید 20 سالش کسری بودجه داشتن. همین امسال حدود 50 میلیارد دلار کسری بودجه دارن. بنابراین کار مشکلی نیست، مشکلی هست برای اونها و به ویژه اینه که در شرایطی که الان هست، هر چند که قیمت نفت نسبت به چند سال پیش خب پایین آمده و مثلا حدود 60 دلار شده، اما در برابر قیمت‌ها در قبل از تحریم نفتی عرب می‌بینیم که هنوز 30 برابر اون قیمت‌هاست. بنابراین در شرایط خیلی دشواری اونها قرار ندارن، ولی مشکلاتشون روز به روز داره زیادتر میشه. شما به چند نکته به درستی اشاره کردین و مسئله فقط به اصطلاح بدهکاری‌های اینها هم نیست، از ثروتشون هم کم شده. در همین چند سال 300 میلیارد دلار اینا کاهش ثروتی داشتن در این مورد. آقای ابن یوسف، اشاره کوتاهی که به ایران داشتین، این رو هم البته بگیم که به دلیل تحریم‌های آمریکا خود ناخواسته اتکای ایران به درآمدهای نفتی کمتر و کمتر شده، ولی به هر حال این تغییر و تحولی که در گزارش صندوق بین المللی پول اومده روی اقتصاد ایران هم اثر خواهد گذاشت یا نه؟ کوتاه لطفا. حتما همینطور هست، ولی با توجه به اینی که اقتصاد اینا شما فرمودین بین 70 تا 90 درصد وابستگی به نفت داره. بله. حتی قبل از تشدید این تحریم های ایران وابستگی دولت به درآمد های نفتی به مراتب کمتر بود، یعنی نصف این میزان هست. بنابراین برای ایران که راهکارهای دیگه داره، منابع درآمدی دیگه داره، خیلی راحت تر هست تحمل این دشواری ها. برای اونها تنها چیزی که بهشون کمک میکنه جمعیت کم هست و دردسرهایی که کمتر از ایران دارن، ولی در برابرش آب هم ندارن، مشکلات دیگه دارن و مسئله تنها نفت نیست. شما ببینید بسیاری از اینها، خود عربستان سعودی با اینکه بزرگترین تولید کننده نفت دنیا هست، با گاز طبیعی گرفتاری داره، یا دبی همینجور. بسیاری از اینها مشکلات دیگری دارن که باید به اونها هم کنار بیان و تازه در این چند سال گذشته عواملی بوده که به راستی به اینا کمک کرده، وگرنه این مشکل خیلی زودتر از این مشخص میشد. برای نمونه 5 سال پیش که قیمت نفت یک کاهش شدیدی رو داشت، خب یک امید آینده دنیا به پیدا کردن منابع عظیمی از نفت و گاز در قطب شمال از بین رفت.
یا خروج آمریکا از این قرارداد پاریس که به منظور حفظ محیط زیست بود، خب اینها یه مقداری فشار رو بر کشورهای تولید کننده کمتر کرد. یا همین تشدید تحریم‌های ایران، 2 میلیون بشکه نفت رو در این یک سال و خورده اخیر از رده خارج کرده. بنابراین مشکلات اونها میتونست به مراتب بیشتر باشه و زودتر مشخص بشه و به نظر من خیلی با دشواری‌های زیادتری اینها روبرو خواهند بود. حسین ابن یوسف، کارشناس امور نفتی در واشنگتن آمریکا، سپاسگزارم از حضور شما در چشم‌انداز بامدادی بی بی سی. و ما در ایران فعلا موضوع انتخابات، قراره تا 13 روز دیگه انتخابات مجلس شورای اسلامی برگزار بشه که موضوع اصلی روزنامه‌های صبح امروز تهران هم هست، اونطوری که فرشتی قاضی در آتلانتای آمریکا میگه. بررسی روزنامه‌های امروز تهران رو شروع می‌کنیم. در بخش نخست با خدای خودت راه راست را به طرف ما کج کن از کیهان، مانیفست باخت از شرق و چه باید کردها دیده نشد از آرمان ملی. خب مطلب اولی که انتخاب کردین، خانم قاضی، از روزنامه کیهان، حمله کرده به حسن روحانی رئیس جمهور ایران به دلیل طرح لایحه اصلاح بخش نظارت بر انتخابات. خدایا خودت راه راست را به طرف ما کج کن چی میگه؟ حسین شریعت مداری همونطور که گفتید به شدت حمله کرده به حسن روحانی و نوشته که رفراندوم برای قبول یا نفی نظارت و بررسی صلاحیت نامزدهای نمایندگی کمترین توجیه عقلی نداره و بیرون از حوزه خرد هست. مدیر مسئول روزنامه کیهان نوشته که همه شواهد موجود حکایت از اون داره که پیشنهاد رفراندوم فقط یک حاشیه سازی برای فرار از پاسخگویی درباره فاجعه ای که به اعتقاد آقای شریعت مداری دولت و مدعیان اصلاحات آفریدن و طی 6 سال گذشته امکانات و ظرفیت‌های نظام و بیت المال رو بر باد دادن و یا به حلقوم سیری ناپذیر یک مشت وطن فروش دزد به نوشته آقای شریعت مداری ریختن. و ما روزنامه شرق وضعیت کنونی رو فرصتی دونسته برای اصلاح طلبات تا صدای مردم بشن. چطور؟ احمد غلامی معتقده که حوادث دی 96 و آبان 98 اصلاح طلبان را در وضعیت ناسیاستی قرار داد، تا جایی که اونها که با ظاهر این حوادث چند مشکلی نداشتن اما به فضای ناسیاست عقب مونده شدن، چون محتوای این حوادث با استراتژیشون همخوانی نداشت. از این رو در بزنگاه به وجود اومده امکان مشارکت و صدای مردم شدن رو پیدا نکردن. اما الان بخت به سوی اصلاح طلبان روی آورده، بختی که به نوشته سردبیر روزنامه شرق شورای نگهبان در اختیار اصلاح طلبان قرار داده، فرصتی برای صدای مردم شدن یا صدای مردم رو به خودشون بازگرداندن. در واقع اصلاح طلبان در موقعیتی دو سر برد ایستادن، از سوی در قدرت هم و احزاب و افراد همسو با اونا میتونن در رقابت‌های انتخاباتی شرکت کنن تا زمینه حذفشون از قدرت رو به حداقل برسونن، از سوی دیگه چون مشارکتی جبهه‌ای ندارن طیف‌های بسیاری از اونا میتونن صدای مطالبات مردم باشن. و ما روزنامه آرمان ملی سر قضای آبان ماه مطلبی داره و میگه که مسئولان میگفتند که باید سخن مردم شنفته بشه تا این اتفاقات دیگر رخ نده، اما به نظر این روزنامه آنچه بر سر انتخابات اومده نشون میده که مسئولان کاری در این زمینه انجام ندادن. جزئیاتش چیه خانم قاضی؟ دقیقا همینطوری. صادق زیبا کلام در سرمقاله روزنامه آرمان ملی نوشته که در جریان انتخابات آبان ماه سخنان زیادی از بسیاری از چهره‌ها و شخصیت‌های تاثیرگذار و جریانات سیاسی در خصوص اینکه چه باید کرد مطرح شد. اینکه چرا نسل جوان اینقدر آکنده از ناامیدیه و صحبت از این شد که باید سخنان مردم رو شنید، به درد دل مردم رسید، تمهیداتی فراهم کرد، معترضان بتونن صدای اعتراض خود رو به گوش مسئولین برسونن و اینکه چرا این اتفاقات رخ داده. اما در حالی که انتظار می رفت یا حداقل پیش بینی می شد مسئولین درس هایی از وقایع آبان گرفته باشند و به رغم هزینه سنگین انسانی دست کم بتونن به برخی از عواملی که گفتیم توجه نشون بدن، اما مقدمات برگزاری انتخابات مجلس 11 و برخی اقدامات به گونه ای در اومده که این سخنان گویا چندان هم مورد توجه جدی مسئولین نبوده.
فرشته قاضی چند روزنامه دیگه هم در دست داره که بعداً بهشون برمیگردیم. ناگفتن پیداست که میتونین درباره همه موضوعهایی که در برنامه پخش میشه نظر بدین، از جمله درباره همین انتخابات قریب الوقوع مجلس در ایران. آیا به نظر شما لایحه اصلاح بخش نظارت بر انتخابات که در پی رد صلاحیت‌های فله‌ای اخیر مطرح شد میتونه حلال مشکل باشه و مشارکت انبوه مردم در انتخابات رو تضمین کنه یا نه؟ در این انتخابات چه بر سر جناح اصلاح طلب داره میاد؟ آیا داره حذف میشه کلا یا تحلیل میره به نظر شما؟ خود شما اگه ایرانی هستین در انتخابات شرکت میکنین یا نه؟ چرا؟ نظر بدین تا شنیده بشین. دیدگاه های شما در این برنامه در تلگرام به BBC شما بامدادی @bbc.co.uk 2044 370 412 22 22. همچنان خبرهای از ایران داریم که در یک نگاه با شایع سلجو مرور میکنیم. یک هواپیمای مسافربری که صبح پنجشنبه از تهران به دمشق پرواز میکرد در معرض تبادل آتش اسرائیل و سوریه قرار گرفت. روسیه تایید کرده که این هواپیما به جای نشستن در فرودگاه بین‌المللی دمشق مجبور شد تغییر مسیر بدهد و در پایگاه نظامی حمیمیم فرود آید که در اختیار روسیه است. بر اساس گزارش‌ها ورود این هواپیما با 172 سرنشین به آسمان سوریه با حمله هواپیماهای اسرائیل به مواضعی در اطراف دمشق و واکنش دفاع ضد موشکی سوریه همزمان شده بود. رسانه‌های روسی گزارش کردند ساعات اولیه روز پنجشنبه سیستم پدافند سوریه به حمله هوایی اسرائیل واکنش نشان داد که این موضوع هواپیمای مسافربری را مجبور به تغییر مسیر کرد. وزارت دفاع روسیه اسرائیل را متهم کرده که از هواپیماهای مسافربری به عنوان سپری در مقابل آتش ضد هوایی سوریه استفاده می کند. شهاب الدین بیمقدار نماینده مجلس ایران میگوید به اعتقاد او 75% از نمایندگان فعلی مجلس به دلایل سیاسی برای شرکت در انتخابات پیش رو رد صلاحیت شدند. این نماینده اصلاح طلب میگوید دلیل رد صلاحیت این افراد دفاع آنها از مردم و سخنانشان در مجلس بوده است. به گفته آقای بیمقدار یک نماینده را تنها برای آنکه به ملاقات محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران رفته بود رد صلاحیت کردند. از روز پنجشنبه مناطقی از جنگل‌های آستارا دچار حریق شده. نسرین غزنوی رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان مرزی بندر آستارا به خبرگزاری ایسنا گفت که همزمان با آغاز وزش باد گرم چندین نقطه از اراضی جنگلی در شهرستان بندر آستارا دچار حریق شده که به وسیله نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی، نیروهای دهیاری، آتش نشانی و اهالی مهار شده است. او گفت که در مجموع 8000 متر مربع از جنگل‌های این شهرستان در آتش سوخت و برخی گونه‌های ارزشمند جنگلی نابود شدند. اما برخی منابع محلی میگویند که بخشی از آتش که نزدیک خانه‌ها در اسالم بوده توسط آتش نشانان دفع شده، ولی حجم وسیعی از جنگل‌ها به دلیل وزش باد شدید همچنان در حال سوختن است. با چشم‌انداز بامدادی هستید از رادیو BBC در لندن. برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا از سرزمین اصلی چین در هنگ کنگ مقررات سختگیرانه قرنطینه اعمال شده. نقض این مقررات خطر زندان را در پی دارد. بنابر این مقررات شهروندان هنگ کنگ که از سرزمین اصلی چین برمیگردند باید ظرف 14 روز در خانه خود بمانند و افراد خارجی موظفند که برای همین مدت در هتل‌ها یا مراکز درمانی دولتی بمانند. تاکنون بیش از 700 تن بر اثر ابتلا به ویروس کرونا جان دادند. همکارم امیر پیام که این موضوع دنبال کرده حالا از واشنگتن با ماست. امیر، تازه ترین ها در مورد شیوع ویروس کرونا از چه قراره فعلا؟ داریوش، همونطور که اشاره کردی ده ها هزار نفر با رسیدن به اولین ساعات روز شنبه پشت مرزهای چین ورودیش به اون قسمت هنگ کنگ بخش خود مختار چین ایستادند و نگرانند که چطور میتونن وارد بشند. هنگ کنگ 27 مورد ابتلا به کرونا رو هم اعلام کرده. میدونیم این هنگ کنگ به خاطر اینکه در سال 2003 یکی از قطب‌هایی بود، یکی از جاهایی بود که بیماری سارس خیلی به مردمش آسیب زد، در ذهن اونها این زخم سارس همچنان داغ هست و وحشت دارن از اینکه دوباره یک همچین اپیدمی در اونجا شکل بگیره. در داخل خود چین تعداد مبتلایان به کرونا
نزدیک 35,000 نفر رسیده و همونطور که اشاره کردیم قربانیان اون 720 نفر شده. در ووهان سازمان جهانی بهداشت اعلام کرده که کمبود اقلام پزشکی برای مثلا دستکش ها، عینک های پزشکان یا ماسک کمبود داره و همچنین افرادی که داخل اون شهر هستن گزارش میدن که تلاش کردن برای اینکه به قرنطینه برن یا عزیزانشون رو بفرستن برای خدمات بهداشتی، ولی به خاطر اینکه چندین ده هزار نفر تشخیص داده شدن، هیچ کدوم از این امکانات جوابگو نیست و اونها بسیار نگرانند. همزمان روز جمعه خبر خوشی هم از سازمان جهانی بهداشت شنیده شد، اینکه برای اولین بار طی 2 روز گذشته تعداد جدید مبتلایان کاسته شده نسبت به چند روز قبل تر از اون. البته مسئولان هشدار دادن که نباید خیلی خوشبین بود، ممکنه این موقتی باشه، اما میتونه همزمان نشانی از این باشه که شاید از یک جایی کنترل شروع شده و دیگه تعداد مبتلایان تونستن با این اقدامات مهار بکنند. به کمبود ماسک در چین اشاره کردی امیر و گزارش شده که ایران 2 میلیون عدد ماسک به چین اهدا کرده، ولی اوضاع در خود ایران از این در این زمینه از چه قراره؟ کوتاه لطفا. مقامات بهداشتی نمکی وزیر بهداشت در رابطه با اون شهروندان ایرانی که اکثرشون دانشجو بودن، حدود 70 نفری که از شهر ووهان برگردونده شدن به ایران و در قرنطینه هستن، گفته تا الان هیچ علائمی در اونها دیده نشده، هرچند که آزمایشات به اونها روی اونها ادامه داره و اونها هم باید 2 هفته حداقل در قرنطینه باشند. در بقیه نقاط این کشور هم وزیر بهداشت گفته که هنوز موردی شناسایی نشده، هرچند که 8 بیمارستان رو در نقاط مختلف آماده کردن برای اینکه اگر مواردی در این رابطه دیده شد سریعا بتونن که اونجاها بستری بکنند یا رسیدگی بکنند. شایعه در رابطه با اینکه تعداد ماسک در داخل ایران مخصوصا همزمان با همین خبر اهدا کردن 2 میلیون ماسک به چین مطرح شده بود که وزیر بهداشت اونو هم رد کرده، ولی گفته برای احتیاط بیشتر به تمام کارخانجات تولید ماسک و اقلام پزشکی که ممکنه که مورد نیاز باشه در صورت اپیدمی شدن دستور داده شده که فعلا صادراتشون رو به خارج از این کشور قطع بکنند. و از تمام اون شایعی هم که گفته شده بود در رسانه‌ها کمبود ماسک های ضد کرونا وجود داره، وزیر بهداشت گفته چنین ماسکی وجود نداره و زدن ماسک هم برای همه ضروری نیست، بیشتر برای اون کسی که ممکنه در معرض آلودگی یا در معرض کسانی که به ویروس مبتلا هستند داشته باشن زدن ماسک ضروری است. با همکارم امیر پیام در واشنگتن صحبت میکردم درباره وضعیت شیوع ویروس کرونا در جهان و همینطور وضعیت اون در ایران. در این لحظات بامداد شنبه 19 بهمن 8 فوریه نگاهی تازه داشته باشیم به سرخط مهمترین خبرهای جهان تا این لحظه. گروهی از وکیلان کانادایی که پیشتر در پرونده دیگر با موفقیت حکومت ایران را محکوم کرده بودند، اکنون وکالت خانواده قربانیان هواپیمای سرنگون شده اوکراینی را بر عهده گرفتند و در طرح دعوای خود خواستار پرداخت معادل 1,100,000,000 دلار غرامت شدند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا 2 تن از مقام‌های ارشد این کشور را که در جریان استیضاح او شهادت داده بودند از مقام‌هایشان برکنار کرده. گوردون ساندلند سفیر آمریکا در اتحادیه اروپا با انتشار بیانیه گفته که او از مقامش فرا خوانده شده و پیشتر سرهنگ الکساندر ویندمن از اعضای شورای امنیت ملی آمریکا از مقامش برکنار شده بود. و برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا از سرزمین اصلی چین در هنگ کنگ مقررات سختگیرانه قرنطینه اعمال شده. نقض این مقررات خطر زندان را در پی دارد. تا کنون بیش از 700 تن بر اثر ابتلا به ویروس کرونا جان دادند. و ما در نیمه بعدی برنامه که بهش رسیدیم، یکی 2 دقیقه است حالا، از توسعه کشت زعفران در افغانستان خواهیم گفت و آمادگی ها به برگزاری اسکار 2020 در آمریکا و موضوع های دیگه. موسیقی رو هم فراموش نمی کنیم. فراموش میکنم اگه ازم بر بیاد، اگه عکسای تو به حرف بیاد، اگه وسط تابستون برف بیاد دنبالت. هفت شنبه این هفته تا حدود 18 دقیقه دیگه امیدوارم با ما بمونید. وزارت کشاورزی یا زراعت و مالداری افغانستان میگوید این کشور پس از ایران و هند سومین کشور تولید کننده زعفران در جهان شناخته شده. روند توسعه کشت زعفران در افغانستان به خوبی به پیش می رود، اما شماری از زعفران کاران در استان هرات که مرکز تولید زعفران در این کشور است به بی بی سی گفتند که هنوز موانع و چالش های کلانی بر سر راه خود دارند. 90% زعفران افغانستان در هرات تولید می شود. نبود ماشین‌آلات لازم و بازار مناسب از عمده‌ترین مشکلات آنان خوانده شده. پارسال 16 تن زعفران در افغانستان تولید شد. در این باره گزارشی داریم از محمد قاضی‌زاده از هرات.
وزارت زراعت افغانستان پیش بینی کرده که امسال حدود 18 تا 20 تن زعفران در افغانستان تولید خواهد شد. پارسال در سراسر افغانستان 16 تن زعفران تولید شده بود. 90% از زعفران کل افغانستان در هرات تولید می شود. اما زعفرانکاران هراتی می گویند هنوز به علت مشکلاتی که دارند از تمامی ظرفیت ها برای بلند بردن میزان تولید استفاده نمی شود و دهقانان چندان سود نمی برند. حاجی میر بیش از 20 سال است که زعفران کشت می کند. یک جیب زعفران حداقل 2 متر کت ایمنی بکر داره. حمایت بشه از زعفران که فروشات داشته باشه. دولت هم به زعفرانکار کمک کنه. آخر به این کشورهای دور و نزدیک ماشونی به این ایران آخر به زعفرانکار ترکتول میدن بدو کد میدن بدو امکانات میدن حمایه میکنن همین زعفرانی که امروز یک ماه پیش به 70,000 بود دولت خود میخره به 70,000 به 80,000 میخره که بالاتر از این سوبسید میده به زعفرانکار و بعد از خود از اون میفروشه به 1,00,000. قیمت زعفران در یک سال اخیر از کیلوی حدود 100,000 افغانی و 50 تا 35,000 افغانی افت کرده است. افت قیمت زعفران و عدم تمایل برخی از کشورهای متقاضی زعفران به باور کارشناسان علتهای مختلف دارد. سنا حکیمی یکی از فعالان مدنی هرات که در این زمینه مطالعه کرده میگوید کیفیت پایین پروسس یکی از عمدترین عوامل است. زعفران میاریم خشک میکنیم بعد از ما استفاده میکنیم ما خود ما نفر ما تجار هستن چین میبرن بارها شکایت کردن گفتن که ما که زعفران از افغانستان از ولایت هرات میبریم پروسسش مطلق با صفر ضرب صفر هستن از خاطر که هیچ توجه نمیکنن دهقان ما زحمت میکشن خانما بیچاره سهم میشن دهقانای بیچاره ما زحمت میکشن ماها تا بشینن دستمزد خود به دست بیارن اما بالاخره کورا به بازار میبرن هیچ ضرب صفر میشن قیمت ندارن. وزارت زراعت افغانستان اما معتقد است که روند توسعه کشت زعفران در این کشور به خوبی به پیش می رود. انجینیر محمد هاشم اسلمی مشاور ارشد وزارت زراعت در امور زعفران می گوید افغانستان توانسته در بین 30 کشور پس از ایران و هند سومین تولید کننده زعفران جهان باشد. در دنیا بیشتر از 430 تن زعفران تولید میشه که حدود 16 تن سال گذشته در افغانستان تولید شده و امسال هم پیش بینی میشه که 18 تا 20 تن زعفران در افغانستان تولید بشه و افغانستان در 3 سال گذشته توانسته که در بین 30 کشوری که به تولید زعفران روی آوردن سومین کشور تولید کننده بعد از ایران و هند باشه. آقای اسلمی اما موجودیت مشکلات و چالش ها را نیز انکار نمی کند. او می گوید عدم تفکیک وظایف در زمینه تولید زعفران یکی از جدیترین مشکلات است. یک از مشکلاتی که ما داریم عدم تفکیک وظایف است در تولید پروسس و بازاریابی یا صادرات زعفران. مثلا یک دهقان می خواهم تولید کننده باشم، پروسس کننده باشم، بسته‌بندی کننده و هم فروشنده. در حالی که در کشورهای دیگه عد بخش تولید کننده تولید میکنه، پروسس کننده پروسس میکنه و بسته‌بندی شرکت‌های بسته‌بندی بسته‌بندی میکنه و صادر کننده هم صادر میکنه. به گفته آقای اسلمی، وزارت زراعت افغانستان گام‌های مهمی برای جهانی ساختن زعفران افغانستان، تأسیس لابراتوار و ایجاد انستیتوت تحقیقات زراعتی و مراکز پروسس زعفران برداشته است. زعفران را قیمتی ترین گیاه جهان و نیز طلای سرخ خواندند. تولید زعفران نیازمند کار سنگین دستی است، اما در افغانستان هزینه کار انسانی پایین است و امکان سود بیشتر در مقایسه با خیلی از کشورهای اروپایی برای تولید کنندگان زعفران وجود دارد. محمد قاضی زاده بود در هرات افغانستان. در همین باره نورتمنی نوشته که درود به همت زعفرانکاران، کار دشواری است. البته به پیام های بیشمار شما در ادامه برنامه میپردازم. و اما قرار است یک شنبه شب، یعنی فردا شب به وقت آمریکا، در لس آنجلس آمریکا 92مین مراسم اعطای جوایز اسکار، معتبرترین جوایز هنر سینما، برگزار شود. فیلم های جوکر، مرد ایرلندی، روزی روزگاری در هالیوود، انگل، داستان ازدواج، 1917، زنان کوچک، بامشل از جمله متقاضیان اصلی دریافت جوایز اصلی اسکار 2020 هستند. در آستانه این رویداد گزارش هایی داریم از همکارم بهمن کلباسی که در این بخش میگوید برگزار کنندگان اسکار امسال با چالش هایی از جمله کاهش بینندگان این گرد همایی روبرو هستند. سرعت و دقت در ساعت‌های پیش از گرد هم آمدن اهالی سینما و برگزاری مهمترین مراسم اهدای جوایز دنیای فیلم در آمریکا. اسکار امسال 3 هفته زودتر از سال‌های قبل برگزار می‌شود، گویی که همچنان در تقویم جوایز سینمایی پس از بفتا و گلدن گلوبز و در پایان فصل داوری هاست و
ولی بعضی از 9000 عضو اسکار گفتند فرصت کافی برای دیدن همه فیلم‌های نامزد شده و رأی دادن نداشتند. مدیران اما تأکید کردند که همه امکانات برای برگزاری پیش از تاریخ معمول مراسم بسیج شده است. مقدمات مراسم اسکار بدون پهن فرش قرمز، شاید بهتر بگیم موکت قرمز، تکمیل نمیشه و حتی این پهن شدن هم با دنگ و فنگ و توجه رسانه‌ای همراهه. همه برای استقبال از ستارگان سینما و البته افزایش تعداد بینندگان این مراسم که در سالهای گذشته رو به کاهش بوده. سال گذشته اسکار پس از اختلاف مدیران با بازیگری که قرار بود مجری باشد بدون یک مجری ثابت برگزار شد، اما در میان نگرانی‌ها از تأثیر آن تصمیم، برعکس تعداد کسانی که در آمریکا برنامه را زنده نگاه کردند با 12% افزایش به مرز 30 میلیون نفر رسید. این سبب شد امسال هم نقش مجری ثابت را حذف کنند. علاوه بر تلاش برای حفظ و افزایش بینندگان، آکادمی علوم و هنرهای سینمایی به خاطر سفید پوست بودن بیشتر نامزدها با انتقاد روبروست. امسال 20 نامزد بخش بازیگری همه به استثنای یکی سفید پوست هستند. آن یکی سینتیا آریو از فیلم هریت است. روایت واقعی مبارزات زنی که در سال 1849 از بردگی در ایالتهای جنوبی آمریکا گریخت و به یکی از رهبران جنبش پایان دادن به بردهداری تبدیل شد. نامزد بهترین بازیگری نقش اول زن. هم تلخه که هیچ بازیگر رنگین پوست دیگه‌ای امسال نامزد اسکار نشده و هم البته شیرینه که خودم نامزد شدم. ولی واقعا باید فکر کرد که چرا اینطور شده و یه راه حلی براش پیدا بشه. خیلی وقتا میبینیم از بازیگران سیاه پوست پس از درگذشتشون تقدیر میشه. کسایی که هیچ وقت در دوران کار حیاتشون جایزه ای نبردن. این روند باید تغییر کنه. سردبیر ماهنامه سینمایی ورایتی میگوید راه حل شفافیت است. اسکار از سال 1927 تصمیم گرفت نتایج رأی‌گیری از اعضاش رو که الان به حدود 9000 نفر رسیدند مخفی نگه داره. وقت تغییر فرا رسیده. مخاطب حق داره بدونه بازیگران از جمله اقلیت‌های نژادی چقدر رأی آوردن. مثلا فقط چند تا رأی با نامزد شدن فاصله داشتن، یا اینکه بخش بزرگی از رأی دهندگان مثلا به یک بازیگر سیاه‌پوست رأی ندادند، که این آبروریزی خیلی بزرگیه و آشکار شدنش مهمه. اسکار پرزرق و برق ترین گرد همایی سینمایی آمریکا در 92 سالگیش با موانعی برای ادامه مورد توجه بودن به ویژه در میان نسل جوان و تن دادن به تغییرات بنیادین روبروست. نحوه برگزاری و تعداد و ترکیب سنی بینندگان در شامگاه یک شنبه به وقت لس آنجلس فوریت نیاز به انتخاب مسیری نو را نشان خواهد داد. تلاش برای پیدا کردن مسیر نو در اسکار، گزارش بود از بهمن کلباسی. حالا من تلاش میکنم که پیام های شما رو پیدا بکنم و حتی امکان بخونم. از فیسبوک بازم شروع بکنم، از محسن که درباره اقامه دعوا علیه ایران در کانادا در زمینی سقوط هواپیما میگه که آیا همین که مسئولان در ایران فضا رو برای پروازهای هواپیماهای مسافربری نبستند در اون شرایط حمله موشکی به پایگاه های آمریکا، نمیتونه این موضوع یا این حمله ایران رو عمدی متصور بشیم. افشین درباره انتخابات دوم اسفند میگه که با هر حیله‌ای که شده حکومت ایران میخواد آمار رای دهندگان رو بالا ببره تا هم آبروی خودش رو بخره و هم انتخابات ایران رو بی اعتبار نکنه. اگر مردم این بار هم فریب بخورن، حمایتی از حکومت برای ادامه روال غلط و همینطور محکم کردن اوضاع برای انتخابات ریاست جمهوری در 2 سال آینده خواهد بود. و افشین میگه رای نه. ایرج به خط لاتین نوشته که انتخابات در ایران مثل اینی که بری رستوران و از تمام صورت غذا بگن فقط از چند تاشون میتونی انتخاب کنی. در تلگرام از بهنام میخونم که این که دیگه در جمهوری اسلامی رأی نمیدم که شکی توش نیست، فقط نمیدونم با عذاب وجدان رأی هایی که قبلا تو این حکومت دادم علارغم نصیحت های افراد
چه کار کنم؟ میسم میگه که تا حالا هم اگر در انتخابات شرکت کردم به خاطر این بوده که شاید بدتر انتخاب نشه، اما الان دیگه همون انتخاب بین بد و بدتر هم به لطف نظارت استصوابی سخت گیرانه تر از قبل شورای نگهبان وجود نداره و تمامی کاندیداها تندرو هستن، پس دلیلی نمیبینم که رای بدم. میسم این رو نوشته. ناصر میگه که برنامه دیدبان جمعه ها ساعت 5:30 بعد از ظهر به وقت تهران پخش میشد، ولی دو هفته است که پخش نمیشه. اگر اطلاع دارید لطفا بفرمایید که چه روزی و چه ساعتی پخش میشه، که به ناصر باید بگم که تا اطلاع ثانوی این برنامه دیدبان رو نداریم و پخش اون قطع شده. و هادی هم گفته که در نظرسنجی برنامه جدید بی بی سی فارسی شرکت کردم، خواستم تشکر کنم از اینکه به نظر مخاطب احترام میذارین. سپاسگزارم از همه شما که پیام فرستادین. و اما برگردیم به دکه های روزنامه فروشی تهران دورا دور با فرشتی قاضی در آتلانتای آمریکا. بررسی روزنامه های تهران رو در بخش دوم ادامه میدیم با پایان بهمن آخرین فرصت حضور ایران در FATF از همدلی، فشارهای مالی دولت و شهرداری بر مردم از جهان صنعت و در نهایت هم فوتبال ایران پس از سورپرایز دراگان از ایران. خب خانم قاضی، مهلتی که گروه ویژه اقدام مالی یا FATF برای ایران تعیین کرده بود تا اسنادش رو تصویب کنه بار دیگه داره به پایانش نزدیک میشه و مطلب روزنامه همدلی راجع به همین موضوع هست، پایان بهمن آخرین فرصت حضور ایران در FATF. چه میگه؟ محسن رفیق در روزنامه همدلی بررسی کرده مواضع مسئولین جمهوری اسلامی و طیف‌های مختلف سیاسی ایران در خصوص FATF رو و نوشته حجم گسترده مشکلات اقتصادی کشور ناشی از تحریم و تورم حاصل شده از اون عرصه زندگی روزمره رو بر مردم جامعه تنگ‌تر کرده. در این بین مشکلات جدید ناشی از نپیوستن کشور به تشکلی جهانی این سوال مهم رو در اذهان جامعه ایجاد کرده که چگونه است که تمام کشورهای جهان از قوانین FATF تبعیت میکنن و فقط این تشکل برای ایران باعث ایجاد مشکلات میشه. چطور میشه ادعای تمایل در جهت برقراری ارتباط اقتصادی با سایر کشورهای جهان رو مطرح کرد ولی تمام راه‌های دستیابی به اون رو مسدود کرد؟ آقای رفیق نوشته که وقتی نمایندگان مردم در مجلس پیوستن رو تصویب کردن، یعنی پیوستن به FATF رو، کارشناسان اقتصادی هم اجراشو لازم میدونن، دولت هم تردید در جهت پیوستن به اون رو به صلاح کشور نمیدونه، تنها شایبه مقابله سیاسی و جناحیه که مانع میشه ایران در دوره حساس فعلی کشور به FATF بپیونده. و ما روزنامه جهان صنعت از فشار مالی و مالیاتی بر مردم نوشته، در چه زمینه‌هایی؟ غلامرضا کیامه در سرمقاله جهان صنعت انتقاد کرده به شدت از دولت و شهرداری تهران در اونچه که هزینه تراشی برای مردم خونده و اینکه دولت و شهرداری دارن در هزینه تراشی برای مردم با هم مسابقه پایان ناپذیر میدن. نویسنده ادامه داده که سکوت مردم در برابر عوارض ستانی های بی حد و حصر شهرداری و مالیات ستانی های رنگارنگ دولت به معنای رضایت خاطر اونها نیست. اعتراض اونها به صورت ارزان شدن پایه های اعتمادشون به دولت و شهرداری نمایان خواهد شد که در جای خود پرهزینه ترین نوع اعتراض به دولت و شهرداریه. و ما یک موضوع ورزشی هم خانم قاضی در روزنامه های صبح امروز تهران بازتاب گسترده داشته، انتخاب سرمربی جدید تیم ملی فوتبال ایران. روزنامه ایران رو میبینم که در فهرست داریم، در این باره چه میگه؟ تقریبا تمام روزنامه های اصولگرا و اصلاح طلبی که در این زمینه مطلب نوشتن انتخاب دراگان اسکوچیچ به عنوان سرمربی جدید تیم ملی ایران رو سورپرایز خوندن و به شدت باهاش مخالفت کردن. جلال چراغپور در روزنامه ایران نوشته که همین تیم ملی از فوتبالی که اسکوچیچ بخواد به تیم تزریق بکنه هم جلوتره. یعنی اگه تیم ملی رو رها کنیم و فرض کنیم که مربی نداره، همون چیزی که از کارلوس کیروش باقی مونده و مواردی که ویلموس در این 5-6 ماهه به تیم اضافه کرد، از تمام پتانسیل سرمربی فعلی تیم ملی بالاتره به دلیل اینکه اونها فوتبال اروپای مرکزی و روز دنیا رو ارائه میدن و حتی حرف که میزنن برگرفته از برند فکریشونه. در نتیجه انتخاب چنین تفکری، یعنی از بلوک شرق برای تیمی که 8 سال مربی اروپایی داشته، یک برگشت به عقبه. و همین موضوع انتخاب دراگان اسکوچیچ که به سرمربیگری تیم ملی فوتبال ایران که در پایان بررسی روزنامه‌های صبح امروز تهران شنیدیم و واکنش‌های به اون در صدر خبرهای ورزشی امروز ما هم هست. کاوه مشکات میگه که این گزینش باعث شگفتی بسیاری از اهالی فوتبال در ایران شده.
برخی از فوتبالیست‌ها و مربیان در داخل ایران این انتخاب رو زیر سوال بردن و گفتن که بر چه مبنایی آقای اسکوچیچ انتخاب شده. این مربی کارنامه موفقی حتی در فوتبال باشگاهی ایران نداشته و چجوری فدراسیون فوتبال حاضر شده که در آستانه بازی‌های حساس جام جهانی قطر هدایت تیم ملی رو به این مربی بده. اما در عین حال گروه دیگری هم هستند در ایران که گفتن که باید به آقای اسکوچیچ زمان داده بشه و باید عمل کرده این مربی بر اساس نتایجی که این مربی کسب خواهد کرد مورد ارزیابی قرار بگیره. رقم قرارداد آقای اسکوچیچ در خبرگزاری‌های ایران ابتدا حدود 5 میلیارد تومان اعلام شد، ولی سخنگوی فدراسیون فوتبال گفته هنوز رقم قرارداد آقای اسکوچیچ مشخص نیست و بعد از امضای قرارداد اعلام خواهد شد. و کاوه، مرور کوتاهی هم داشته باشیم بر بازی‌های دیروز لیگ برتر فوتبال ایران. در پایان هفته 19ام لیگ برتر فوتبال ایران تیم شاهین شهرداری بوشهر با وجود بردی که مقابل نساجی مازندران کسب کرد در انتهای جدول باقی موند. 5 بازی از بازی باقی مونده هفته 19ام برگزار شد. ماشین سازی با تساوی مقابل پیکان در رده 9ام جدول باقی موند و پیکان هم با 14 امتیاز در رده 14ام. سایپا با تساوی مقابل پارس جنوبی 1 رده در جدول سقوط کرد و به رتبه 11ام رسید. شاهین شهرداری بوشهر همونجور که گفتم با برتری مقابل نساجی 13 امتیازی شد و از قره جدول نجات پیدا کرد. اما با تساوی گلگهر سیرجان مقابل تراکتور و با توجه به تفاضل گل بهتر گلگهر سیرجان، شاهین به انتهای جدول بازگشت. در دیگر بازی‌های امروز زوباهن با شکست صنعت نفت آبادان 21 امتیازی شد و به رده 10ام جدول صعود کرد. تراکتور هم با وجود تساوی 1-1 در سیرجان با 34 امتیاز به جایگاه 3ام جدول و بعد از سپاهان برگشت و جای استقلال رو در این رده گرفت. اینجا لندن است، رادیو بی بی سی چشم‌انداز بامدادی. از بساط ما در این بامداد شنبه مونده فقط 7 شنبه. از علی همدانی. صبح همه شما شنوندگان عزیز بخیر. خدمت شما هر کجایی که هستید سلام. علی همدانی هستم. اجازه بدید برنامه هفت شنبه این هفته رو با ترانه آغاز بکنیم که سالها پیش و در حوالی جنگ ایران و عراق بیرون اومد. ترانه‌ای که هایدون رو خوند و در نکوهش سالها و روزهای تاریک بود. حالا شهرام سولتی در روزگاری که شاید بسیاری همون حس رو دارن ترانه سال هایده رو بازخونی کرد. هنوز تو این زمونه دلام غرق خونه، هرگز باور نداشتیم دنیا اینجور بمونه. سال سال این چند سال همین قول و قول، هر سال میگیم دریغ از مرسال. سال سال این چند سال همین قول و قول، هر سال میگیم دریغ از مرسال. تازه‌ترین ترانه‌های ایرانی. بریم سراغ ترانه‌های تازه دیگه از مجموعه ترانه‌هایی که هفته گذشته بیرون اومده. دنیا و آنیتا ترانه‌ای خوندن اسمش از خودش. شر و شور و شیطون و پرهاشیه، تو زرنگی و منم اون که ناشیه، صورت مینیاتوری و دل آهنی، خدا میدونه چی پشت این نقاشیه. چهره یه خری وقته تا تم شیرین خنده، دست شیطون رو بستی چند وقت شده من.
می ساختی از عشق واسه ای پرنده همش یه چیزی کم بود بین من و تو انگار از من ساده اصرار از تو یه ریز انکار همش یه چیزی کم بود تو حالت نگاه شیدا شدم و پیدا شده عشق تو دل وسط از بهنام بانیه یک دل که نصد دل من به تو دل بستم عاشق تسم جان جان تو شدی لیلی این خونه جان جان با تو دل صدای مجنونه جان جان دو تا همزادیم و دیوونه جان جان شدی شیرین به تو دل دادم جان جان من خودم صدای فرهادم جان جان همه ی قلبم رو بدادم آقایان صدای ما رو میشنوید از اولین آلبوم رسمی مهنام بانی یه نفر توی دلمه نشونم بده به همه آخه من دوست دارم تو که بلدی دلو از من ببری تو دلم توی نفری آخه من دوست دارم بگو به همه یه نفر توی دلمه نشونم بده به همه آخه من دوست دارم تو که بلدی دلو از من ببری تو دلم توی نفری آخه من دوست دارم جان جان تو شدی لیلی این خونه جان جان با تو دل صدای مجنونه جان جان دو تا همزادیم و دیوونه جان جان شدی شیرین به تو دل دادم جان جان من خودم صدای فرهادم جان جان همه ی قلبم رو بدادم اینجا لندن است رادیوی بی بی سی و وقت زیاد نداریم اجازه بدید از علی یاسینی ترانه دورترین نزدیک رو هم بشنویم من تنگ دلم اما میدونم که تو نه فراموشت میکنم این دفعه قول دادم به خودم فراموش میکنم اگه ازم بر بیاد اگه عکسای تو به حرف بیاد اگه وسط تابستون برف بیاد دنبالت دنیا رو من گشتم رفته بی برگشتم نشون تو از کی بگیرم خودت بگو رفتی کجا از پیش من دورترین نزدیک من نزار تو رو از من بگیرم دنبالت دنیا رو من گشتم رفته بی برگشتم نشون تو از کی بگیرم خودت بگو رفتی کجا از پیش من دورترین نزدیک من نزار تو رو از من بگیرم و در پاپ 50 این هفته میخوام ترانه‌ای رو پخش بکنم از شاهماهی هنر و ترانه‌ای ایران گوگوش ترانه‌ای که زیاد نشنیدیمش گوگوش هم در سالهایی که در این سالهایی که بیرون از ایران هست در 18-19 سال گذشته زیاد روی صحنه اجراش نکرده یکی دو بار من دیدم گل هزار پر تا هفته بعد این لبای گرمه که میتونه لب با موقع خنده با کنه این
صدای قلبونه که میتونه از تنم غم و رها کنه. این بارونه عشق منه، این قصه شبهای تنها سرودنه، این سایه وقت منه و پشت این پرده سیاه بودنه. هفت شنبه این هفته بود با پایانی خاطر انگیز. یک پیام دیگر هم بخونم از ودیعی که نوشته که به نظر من موقعیت اکنون کشور خطیر و حساس است. به زودی دو نوع رفراندوم غیر مستقیم در پیش است، یکی راهپیمایی 22 بهمن، یکی انتخابات. هر دوی این واقعی مهم نوعی پایبندی و آری یا خیر گفتن به اهداف نظام است. نظر ودیعی بود. و اینجا رسیدیم به پایان ساعت اول چشم‌انداز بامدادی. تا لحظه دیگر با تازه‌ترین خبرهای جهان برمیگردیم که به دنبال آن در واقع مطالب ساعت اول برنامه تکرار خواهد شد. به همراه فرج بالفکن و مایک عدلی از همراهی شما با این ساعت برنامه سپاسگزارم.